این یکی نمیتونی تفره برید و بگید که آقا من نبودم و من پول نداشتیم و تحریم بودی و این داستانا. اتفاق تلخی که تو این چند ماه اخیر در دوران حضور شما رخ داد اتفاقاتی بود در ورزشگاه مشهد رقم خورد و صحنه بسیار بد و واقعا آزاردهنده رو شاهد بودیم. تو چند تا سطح میشه به این قضیه در مورد صحبت کرد؟ به عنوان سرپرست فدراسیون فوتبال اولا بفرمایید که این مسئله حضور خانم‌ها، حضور زنان در ورزشگاه کی واقعا قراره حل بشه؟ چون به نظر میرسه فیفا خب تو این قضیه ورود کرده و فدراسیون فوتبال یکی دو بازی نمادین یا هر جوری بوده به هر حال با حضور بانوان برگزار کرده بازی‌ها رو و بعد دیگه گفته مشمول مرور زمان میشه و کاری به کارمون ندارن و این داستانا. واقعا فکر می‌کنی این قضیه کی درست حسابی حل میشه و خانم‌ها میتونن در ورزشگاه حاضر بشن؟ خدمت شما عرض بکنم، اینی که ما فکر کنیم فیفا یادش رفته، حرف اشتباهی داریم میزنیم. من بعد از قرعه کشی که به تهران برگشتم، چند روز بعد یک نامه‌ای با دو امضا برای اولین بار با امضای آقای اینفانتینیو رئیس فیفا و با آقای شیخ سلمان رئیس AFC در یک نامه برای ما ارسال شد، چند تا بند داشت که بند آخرش این بود که ما کارگروهی رو اعزام میکنیم، یکی از کارگروه‌ها فیفا، یکی از کارگروه‌ها AFC و یکی از کارگروه‌ها ایران که این سه ضلع بشینن و جمع کنن این مسئله و ما منتظر هستیم که این کارگروهشون از این فیفا و AFC برای ما اسامیشون بیاد و به یه جمع‌بندی برسیم. کارگروه‌ها باید چیکار بکنن؟ اونها به ما میگن دیگه، اونها میان مگه خانوما بیان ورزشگاه؟ خب باشه، باید بیان ببینن که چرا ما میگیم نمیان، چرا خانوما نمیرن ورزشگاه، این چراییشون رو میخوام یه چیزی بگم. در قرعه کشی که بودیم با آقای اینفانتینی که صحبت میکردم، ایشون هم همینو میگو، از زمان آقای روحانی ما به ما گفتید ما دیگه خانم ها رو راه میدیم به استادیوم، والا خدا وکیلی هم دو سه بازی راه دادن و در یک قسمتی جای دادن. ما همه استادیوم هامون مثل استادیوم آزادی نیست، نیاز داره که درهای ورودی خروجی سرویس های بهشتی همه اینا باید تفکیک بشه. من هم این پاسخ رو با آقای اینفانتینی دادم که اگر از 2017 قول دادن که خانم ها رو بیاریم توی استادیوم و کم اومدن، شما از 2017 قول دادی یه راهی پیدا کنی پول های ما رو بدین، اینا رو چیکار میکنین؟ من باید پول داشته باشم ساخت و ساز بکنم، من باید پول داشته باشم امکانات رو بجوره. به هر حال اینی که شما میگید ما هم خودمون به دنبالش هستیم که با شرایطی که هم مسائل اجتماعی و قانونی و اسلامی کشورمون حل بشه و هم نگاه فیفا و AFC در واقع اون نگاه بد رو ما نداشته باشن، ما باید این کار رو انجام بدیم، ولی به هر حال باید با قانونمندی باشه این کار. اینم احساس میکنه یه جوری سرکاریه و کارگر اون آقا میگن آقا ما خودشون کار... نوشتن امضای خودشون میگن که آقا ما اصلا مثل همه جای دنیا که این اتفاق داره رقم میخوره، چیز بدیهی اصلا به نظرم کارگر اینا خود جزء بدیهیات که نمیاد. ببینید یه چیز بدیهیاتی که شما میگین، من میگم شاید اون کارگروه بیاد در ایران و چند روز تو ایران بمونه، واقعا متوجه بشه که مردم ما دنبال چی هستن، چی میخوان، راه حلش رو شاید اونا بتونن به ما بگن. خود من میدونم، شما هم میدونید، بله شرعیه دیگه. من اصلا همین رو میگم دیگه، این کارگروه و AFC و فیفا چیه؟ من میگم باید خیلی کلانتر این قضیه به عنوان یه مسئولیت اجتماعی اصلا شما باید بهش نگاه کنید. به عنوان متولی فوتبال مملکت باید تلاشتون رو بکنید، کاراش انجام بدید و نترسید دیگه. یعنی خیلی بعد ترس برای چی باشه اصلا؟ ترس برای اینکه ما میریم اونجا، من خودم روزی کسانی هم که میگم آقا باید با این اصلا، ما داریم بیخود هزینه میدیم، ما داریم بیخود هزینه میدیم. من میگم آقا وقتی در کنسرت ها آقایون و خانم ها با هم میرن، در سینما آقایون و خانم ها، چرا در استادیوم نمیرن؟ باید و دوستان ما میگن آقا شاید یه سری مسائل شرعی هست، باید یه مسائلی در واقع براش به وجود بیار که این اتفاق بیفته. من دوست دارم بشینیم و صحبت کنیم آقا یک چیزی رو به ما بگن، یا میشه یا نمیشه دیگه.